سلام خدمت شما دوستان عزیز، من یه توضیح و قوانین مسابقه رو بگم سریع بریم مسابقه رو. این بفرمایید شام که یه مقدار فاصله افتاد با تمام مشکلاتش بالاخره ضبط شد، یه سری قوانین داره که با قسمت قبل فصل اول فرق میکنه. مثلا چی؟ اول اینکه هدف ما توی این بفرمایید شام اینه مهمونی ها اقتصادی باشه. توی این شرایط سخت بخوایم بگیم که هنوزم میشه دور هم بود، واسه همین برای هر میزبان 1,000,000 کارتشو شارژ کردیم که خرید کنه. مثلا میزبان 600,000 تومان برای کل غذاش هزینه کرده و 400,000 تومان میمونه، پس به ازای هر 100,000 تومان 1 امتیاز میگیره، پس 4 امتیاز سیو میکنه. به شرطی که مهمونام که میان خونه میزبان نباید ببینن سر غذا کمه، یا مثلا میزبان از غذا زده پول کمتری خرج کنه که امتیاز بیشتری بگیره. و در تمام قسمت ها من به عنوان داور حضور دارم و همه رو بررسی میکنم، نمیذارم مو رو از ماس بکشن بیرون، قشنگ بررسی میکنم و در سرآخر 1.5 امتیاز به 1 نفر میتونم از طرف خودم به عنوان داور و کسی که حضور داشت امتیاز بدم. و منم حالا میگم چه چیزایی رو بعدا مورد نظر قرار میگیرم، مورد نظر قرار میدم برای امتیاز دادن. این یک موضوع بره بکنم. یک موضوع که شما عزیزان همیشه برنده رو مشخص میکنید، ما تو این فصل 2 برنده داریم. یک کسی که برنده است با امتیاز، یعنی از طرف مهمان ها و من امتیاز میگیره برنده میشه، و همونجوری که پولی که سیف کرده برنده میشه، یعنی امتیاز رو از اون مسابقه جمع میکنه. یه برنده دیگه هم داریم که شما مشخص میکنید و برنده مردمیه، اونم جایزه میگیره. پس ما این فصل 2 برنده داریم. امیدوارم که متوجه شده باشید. حالا همونجوری که برنامه رو میبینیم اینجوری کامل بقیه قوانین هم میاد تو دستتون، اصلا سخت نیست، خیلی جذابه. تو این وضعیت بعدم میشه دور هم بود حتی با غذای ساده. بریم ببینیم. خب عمه جان، میخوای گوشت گوسفندی بخری یا گاوی؟ نه گاوی. گاوی بیشتر بس میکنه، نه گوسفند چربی داره آب میشه. آره. برای غذایی که میخوای درست کنی. بریم. سلام. وقت بخیر. خونه خسته نباشه. سلامت هستی؟ قربان شما. نه همش میخوای؟ نیم کیلو گوشت میخوام. گوشتت تورت بشه، زود بپزه. گاوی تورت سریع بپزه. خرش است میخوایم. آره. خورشت. خورشتی باشه. خورشتی دیگه. آره. نیم کیلو بسته همه؟ ریز بشه دیگه نه؟ آره. خورشتی ریز بشه. سرد از اونجور مواد رو میبرم بسته. خب. خره دویمه بابا. خره داری؟ برو بگیر. دویمه باید خوش خونده. یه قاشق. آره باش. اما چون گفت خره داره یه قاشقان بیشتر نمیخواد نمیگه. بعد دیگه با چی بگیریم؟ گوجه و بادمجون و پیاز و پیاز دویمه باید. پیاز نباید بگ. برای غذا بگیر. هر مثلا 2 دونه میخوای 2 دونه بگیر. هر چقدر نیاز داری بگیر. مثلا واجب نیست 1 کیلو بگیری. دست درد نکنه. امین؟ همه؟ بفرمایید دست درد نکنه. چقدر شد؟ 265. خب. همه گوجه میخوای ما؟ بیا پلاستیک. هر چقدر گوجه میخوای بردار. این هم بگم میدارم برای بادمجان و پیاز. اما معمولا برای 4 نفر چقدر گوجه لازمه؟ 1.5 کیلو. 1.5 کیلو؟ آره. خاطر بکنم 2 کیلو باید بگیری. یه کم بیشتر خرج بگیری. یکی رو باید من گوشت کن بونه دلم برای تو. آره. 2 کیلوی باید بگیری. این کدو ها چقدر قشنگه؟ درشوی بایی میشه. وقت بویه 2 کیلو گوجه. خب گفتن نداره دیگه، هم جمعه دار قلید میکنه. ات همون جور که گفتم مقدار امتیازی که بمونه مثلا 430,000 تومان مون، 30,000 تومانی چی؟ هر 100,000 تومان یه امتیاز براشون حساب میشه از مقدار خریدی که میکنن. بادمجان همه اونجا بود باشه نیستش بادمجون. داداش بادمجون گهی داره. خربوزه پلی همه اونو اونو پروزو دویمه کوی میبره بادمجون همین بیست فقط بجه خراب بگو دویمه بابا تمام اونجا داری؟ ورمزه کردم سیدار خرابه
خرابه دایمی بلکم زن بادم جونش خرابه عمه خونه داره یه مقدار آره. همون اثر قیمت کیلوی چنده بادم جون؟ 35 چند کیلو بادام جون داری خونه داری استفاده میکنی؟ آه یک کیلو نیم یک کیلو نیم یعنی 50,000 تومان 35 شبان و نصفش 50,000 تومان بادام جون همه اینجا کت شد 260 تومان تقریبا 300 تومان همه از اینه کت 63 قربونت 63 تومان این شد بریم ببینیم عمه داره چیکار میکنه من عمه طرف بالا یالا یالا عمه ما اومده خوبی خوش اومده خوش اومده خب یالا بریم تو فرمایید خانه عمه خوش اومدی خوش اومدی یالا یالا بفهم با سلام عمه سلام سلام برورزا و خش به موی خله خله بریم سوار وقت آشپزی بدون معطلی دیر باید خب آره که دیرم شد عمه میخواد چی درست کنه؟ اول میخواد یتیمچه یا گوجه خورش درست کنه که توش گوشت داره. آره آره. توش گوشت داره. مواد لازمه که گرفتیم یه نیم کیلو گوشت گرفتیم. گوجه برای چند نفر عمه گرفتی؟ اول بشوریم گوشتا رو. یک دو کیلو گوجه گرفت. بعد پیاز که دو سه دونه میخواست گفت دارم و همه اینا رو از قیمت کسر میکنیم بعد روب به گوجه داره استفاده میکنیم اینا رو از قیمت کسر میکنیم همه فکر نکنیم میکنیم بعد یه قاشق چون کره میخواست یه قاشق میخواست همون یه قاشق رو گرفت اینو حساب نکردیم بقیه همه چی اوکی دیگه بریم برای شروع کار ایشالله اول گوشتا رو میشوریم گوشتا رو بشوره خب باز چیکار میکنیم بعد شستن گوشتا پیاز هم بشوریم بعد پوستش رو بکنم پوست پیاز رو بکنیم خب عمه پیازا رو داری خرد می‌کنی چند تا پیاز می‌خوای گوشت رو اول توش تفت بدی آره اول گوشت رو تفت بدم چند تا پیاز داری خرد می‌کنی معمولا پیاز متوسط باشه دیگه سه تا چهار تا متوسط باشه بعد از اینکه گوشت تفت خورد چیکار می‌کنیم باز یه خورده بپزه باز گوجه رو یواش یواش بریم جلو آره بده موسه برو آن روبو داشت میکروفون خب یه مقدار کره همینقدر میخواست بعد کره محلی با پیاز تفت میخوره پیاز رنگش طلایی رنگ شد اما میبینی من چقدر بلدم گوشت رو اضافه میکنیم دیگه آفرین انقدر خودم تو بفرمایید شما شرکت کردم و اینا دیگه سلطان این کار شدم خب آها این راستی اینم لوبیا چیتیه اینو بده اما از قبل پنجاه گرم لوبیا چیتی جوشونده که به غذاش اضافه کنه خودم راز اصلا عمه یتیمچاش فوق‌العاده است با همه فرق میکنه مزه یتیمچای دده رو میده یعنی قدیمی ها و یکی از رازاش بکنم همین باشه 50 گرم بود نه نه آره یه مقدار زردچوبه اضافه میکنیم عمه جان زردچوبه عمه خودت بیشترین غذایی که دوست داری چیه؟ من عاشقشی غاز اردک محلی جات بعد به نظر تو الان مهمونای تو که امروز دارن میان این غذا رو دوست دارن این غذا رو انتخاب کردی به نظر من شوهر بچه‌م خیلی دوست دارن دوست دارن پس اینا ان شاء الله دوست دارن آره اصلا خب یه غذاییه که بولم عبوزم که عاشق این غذا اصلا کلا گوجه خرش یاد میشه واسه مازندرانی حکم پیتزا رو داره و اینکه خیلی دلچسب حالا ببینیم مهمونا بیان ببینیم نظرشون چیه آیا دوست خواهند داشت یا نخواهند تنابر خدام آره
هر الان حالا میخوام گوشت اضافه کنم. گوشت ببین پیاز طلایی شد، گوشت اضافه کنم. اما میخوای بادمجون هم قرمز کنی کنارش بذاری؟ آره اشکال داره؟ نه اتفاقا کنار گوجه خورش یا یتیم چه کلا یا با تخم مرغ سرو میشه یا با گوجه چی یعنی بادمجون کنارش. آره اما داره از ما پذیرایی میکنه در صورتی که اینجا تو سینی برنامه نیست و این کلمه من دوبار اینجا میگم اما داره پذیرایی میکنه اون دستش درد نکنه. هر دفعه چای بابا بابا نوشیدم. آره این چای من چای آقا مهدی دیگه داشتم معلم نام نسبه شب گوجه دو قاشق. حالا باید که سر وقت گوجه ها برم عباس بهم کار نکردون؟ نه فکر کنم قهرمان زندگی دومد استاد منصور هم نه منصوره؟ آره حالا یه خورده با تفت بگیره بپزن تا گوجه را آماده کنم. چقدر تو میگشم تفت بگیره؟ یه حدود 10 دقیقه 20 دقیقه میشه سربوش بنه سور کم میکنیم. خب خب یه خورده بپزه تا گوجه رو بشه زیاد آب بندازه زیاد خب اما الان بود گوجه پوست بشن. آره دیگه آب گرم بلم بونه خور بونه. آره من شنیدم تو آب گرم بذاری زودتر پوستش وا میشه. حالا نمیدونم من نه کردم تا الان بس همچه معمولی پوستش کنم. بلش کن میخوای من کمکت کنم همه؟ نه من میتونم کمک کنم. نه تا گوش به بازه اینم پوست میکنم. پوست میکنی؟ ها بشین بشین خب باش کمک نیم من به اون دوبار میتونم بعض جا کمک کنم. دست دانه خب اما گفتی گوجه باید چجوری باشه؟ گوجه باید پخته باشه کال نباشه. آه یعنی که پخته تره خوب تفت بگیره خوب تفت بگیره کال نباشه. خب دوستان همونجور که توی قوانین هم گفتیم هر آشپز میتونه کنار خودش یک کمک داشته باشه. اما هم کمکش عروسشه تازه اومد دیگه داره کمک میکنه مثلا پوست کردن گوجه حجم داره فلان اینه اما آشپزی اصلی به خودم هست. آره اما گفت که داره گوجه رو پوست میکنه من اینا یه هم بزنم. به 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 ته نگیره کشه او دو اینو باید بغذارم. آره آره آب داره هنوزمه. امه جا. تو آشپزی بیشتر از کی یاد گرفتی؟ مادر. مادر؟ آره. خب امه جان تو گفتی پس آشپزی خونه مامانت یاد گرفتی؟ آره خونه مامانت یاد گرفتی یا مادر شوهرت؟ درستشو بگو. مادر شوهرت بیچاره نبود. نبود نه؟ نه من اومدم مادر شوهر نبود فوت شده بود؟ خیلی سال بس بعد آخه مثلا مامان میگه من تمام آشپزی رو خونه مادر شوهرم یاد گرفتم. خب مادر شوهر مامان بود. عروست چی؟ عروست عروسش خودش از مامان خودش یاد آه یاد گرفته بود بلد. عروست از مامان شد گرفت یعنی هیچ از تو یاد نگیره عروس از مامان یاد گرفته یا نه بهش بگو از کجا یاد گرفت عروست آشپزی رو؟ عروس از هر دو یاد گرفت از هر دو همه گوجه رو تست کرد. همه گوجه خوب بود؟ آه نه این آخره شو آخره ته هر غذا رو همه یکم آخره شو حیف حرام شه آخره چوب داره اینا 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 داره اینا میگم واسه قلب خوبه دیگه روغن ریختیم زردچوبه می‌ریزیم توش زردچوبه
همه من یادم داده خیلی یتیم چرا خوشمزه درست میکرد. حالا خدا کنه این الان بادمجون بغل آره بغلش میذارم برای تزیین خوشگل. خورده روغن خوب بشه. برده قاشق تو خار کن. خب بادمجان قوت جان پخشش میکنم. روزون وسط چگون از روی بچه ای داده بیداد همه ایشون هره ایراد کن مثل جان. میگم تو خودت بیشتر آشپزی کردن رو دوست داری یا غذا خوردن رو؟ خوردنشو معلومه. خوردن نه منم فکر کنم به پی تو رفتم. کلا غذا خوردن بیشتر البته غذا خوردن هم تخصصی ما میخوریم، یعنی غذا میخوریم تمام طعمش رو نقد میتونیم بخوریم مگه نه؟ این خودش یه هنره. بعضی غذا رو دوست دارم درست کنم خوشم میاد. مثلا چی؟ دوست دارم غاز اردک. غاز اردک اینا رو دوست داری؟ درست من کیف میدم قرمز میکنم اینا رو دوست دارم. چه جالب. همه رو نو ای ماکرونی میخوام درست کنم همش میذارم عروس درست میده عروس درست کنه ماکرونی درست کردن خوشت نمیاد ماکرونی میدم عروس درست کنه شاید جالب بود به این فکر نکردم آدم بعضی وقتا خیلی از غذا من خودم مثلا دوست دارم من مرغو خیلی دوست دارم درست کردنش هم دوست دارم مرغو جالبه. یه روزی مادرم گفت که اردک سر بود و گفت مواظبش باش بعدم باشه دیدم اردک پخت له شد رفت مادرم عصبانی شد چرا مواظبش نشد یا چرا شوهرم اینجوری نمیخوره یا چند سالت بود همه؟ عجیب غریب گرفت و چند سالت بود؟ نه 14 سال بود همه 13 سال ما قدیم 13 سال شوهر میگرده تو واقعا مواظب نبودم فراموش کردم که فراموش کنم. نار باز؟ اونو خوردی نار؟ بابا اومد به دادم رسید داره داداش بزرگم اومد به دادم رسید اینجوری پیتر بود قدیم هم کتک میزدن اگه میشکونه حسابی گرفت میشکون میگرفتن یه وله گرفت. بله پنیک جون رو نصیب هم کرد. من خیلی بر سر دادم بلا دادم یه روبه یه روزی روبه انان چی آلوچه شو بیچاره رو ریختم رفتم روبه آلوچه رو؟ آره چجوری؟ رفتم هم بگفت داره هم بزن بطم باش رفتم هم بزنم دیگه افتاد و روبش افتاد یه ذره روی پا هم افتاد ریخته شد و سوختی. آره داشت مرا تنبیه میکرد با بزرگ به دادم رسید باز با بزرگ به دادم رسید بچم سوخت و داره اونو میزنی ولی خب زحمت هم زیاد کشیدم. آره مثلا آلوچه رو میرن از درخت میکندن تمیز میکردن میشستن روب میپختن فکر همه میریخید خیلی زحمت داشت راست میگه خیلی زحمت هم داشت بابا خودم هم ناراحت شدم اتفاق پیش میاد اتفاق هر اتفاق بود تو خونه مادرم انجام دادم اومدم تو شی خونه شوهر نه یه استاد شدی شانس منصور با آره استاد شدی اما نمک رو اضافه کردی بعد گوجه رو ببینیم چجوری تفت انداخت یعنی تفت گرفت بالاخره تفت گرفت. آب هم الان اضافه گفتی میکنی؟ آره الان آب اضافه میکنم که گوشتش قشنگ اینم بادمجونه ها بخ 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 با این لوبیا رو اضافه بادمجونه با ما دل ما بازی میکنم لوبیا رو هم اضافه کردی؟ آره لوبیا رو از قبل پخته بودی هم درسته؟ آره بخ 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 چه رنگ و لوبی گرفت تا اینجای کار خب بشه حالا پناه برخنه خب آبوره رو اضافه میکنیم اما میخواد ناسخاتون بذاره کنار غذاش به عنوان پیش غذا آبوره رو همه خودت گرفتی؟ نه خریدم خریدی؟ مثلا این محله دیگه آره چون منچی نداشت چه بویی داره آبوره؟ خب حالا بست خب الان چی بریزی توش؟ من بست باش اینا آماده رو اینا رو؟ آره بادمجون رو همه از قبل دودی کرد روی گاز روزت چنگولت بچه روی گاز دودی کردی بعد همین دیگه له کرد خب قبلا آموزش داشتیم این چیه؟ بله روزه بره برده خورتر نده باشه آره دستیار خوبی باش یخه به آره یخه بزور خونکتر میشه مثلا اصلا یخ باشه بیشتر میچسبه خب آبوره اینم بادمجونی که از قبل دودی کردیمش یخچال گذاشته بودم یخش باید کم کم آب شد دیگه بعدش اینم اینم چه دلاله آره دلالت ما قاطی از چی هست اون سیره همه آره سیره این دلالشه آره. دلال واه چه بویی داره اوف دم دیوانه میشه اما این سبزیاش جنگلی یه بار نام میبری دوستان بدونن ناسخاتونه ناسخاتون همین چی هست مال بلاله
آره تا ریحون ریحون ناسخاتونی با سیر با ایه با یه ذره اوجی ایه که همون چوچاق میشه فارسیش درسته؟ یه ذره پونه اوجی پونه که ننوانی هم آره با پونه خب بعد با سیر و با گلپر که ننه؟ گلپر گلپر با گلپر قاطی کرد بح 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 الان یواش یواش مهمون ها تمامه میرسن من برنج هم میزنم من برنج هم میزنم آباد بگیرین خب میخوای دخترم تو بیایم بر من برم اون بار برزا تون دو ری بزن برنجه یا استخنه بایم برم درم میشیم نار نزدیک بح 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 خب بگیر بایم برزا آب کش بشتی بشه خب برنج آب بکشه چه دلالی اما واقعا تو در دلال درست کردن استادی من اینو ایمان دارم چه میدونی تو خوردی؟ آره آره دلالات میخوام مخصوصا ماست دلال ماسته اصلا فوق العاده است میشه جا اصلا تو یخ بیلت میدم خونک باید خودش یخ بوده اما دیگه میخوای بذار فعلا یخچال یا آخر سر یخ بندست که آب نندازه تو یخچال بیلیم ابن کشت باید اینگار روزید قرشه قدر بچم تستش باید روزه بچه بر برک می دست زخمه خلاصش رو می دست دله و ای خب باش تم نمون دل بینه باش روز خب مهمان اول امن زینب اومد خوبی امه امه میدونی غذای امه کلثوم چیه؟ یه چیزایی میدونم آره به من چی؟ گفته بود گفت گوجه خورش با ناسخاتون میخوام گوجه خورش و ناسخاتون کنارش آره. یه سوال امه بارون هم میزنه داریم آره. خیس میشیم این غذا اصلا گوجه خورش دوست داری؟ آره به نظرت به امه میتونی چه امتیازی بدی از 1 تا 10؟ حالا باید مزهش رو بششی پس گوجه خورش دوست داری آره. به نظرت کنار گوجه خورش اصلا ناسخاتون چیز خوبیه؟ خب دیگه میذارم ما شمالی ها میذاریم شمالی ها میذاریم خب بریم ببینیم که عمه چیکار میکنه عمه چیکار میکنه یا الله خواهره کجایی سلام علیکم سلام خوبی خسته نباشی یه جوری سلام علیکم بگن انگار همدیگر رو 100 ساله ندیدن دوستان ولی خب مسابقه است دیگه مسابقه است و آره امروز فرق میکنه آره فرق میکنه روزای قبل هر روزم اینجا نگار بریم تو میان بریم تو ببینیم بقیه بگیم خب مامان جان خوش اومدی به خونه خواهر شوهرت آره اومدی امروز که کلا فقط از خواهر شوهرت ایراد بگیری چه بامزه میشه آره دیگه مسابقه بین خواهر شوهرها چی هست نه این چی میکنم که انصافا قضا که میدونی چیه آره گوجه خورش گفت میخوام درست کنم با ناسخاتون نه ناسخاتون کنارش بعد به نظر تو اصلا این دو تا کنارم میخونه گوجه خورش با ناسخاتون نمیخونه امتیاز منفی هم همینجور داد خب با هم نمیخوره نمیخوره به نظرت اصلا گوجه خورش دوست داری؟ گوجه خورش دوست دارم به نظرت از 1 تا 10 چه امتیازی میتونی بهش بدی؟ ببین از 1 تا 10 من میتونم بهش بی‌انصافی هم نباشه و یعنی اونجوری هم بخوام علکی به نمره ندم 8 بدم 8 آره. غذا رو نخورده 8 آره چرا بل... چون به خاطر اینکه این چیزی که گذاشت کنارش اتفاقا من بهش گفتم آه ناسخاتون رو نمیخوره بتونش آره. خب بریم حالا بخورش شد نظرت عوض شد بهش 10 دادی آره. بریم ببینیم چی میشه بریم بالا باش یا الله یا الله صاف سلام خواهر شوهر عزیز خسته نشیم اگه بیدیم میخواد چه امتیاز بده اینجوری سلام علیک نمیگه ممنون سکه دست شما هم نکنه خسته سلام علیک تو بخوی خسته نشیم خوب هستی خسته نزمتون زحمت زیاد بیه خیلی خسته شدی ببخشید از دیگه مزاحمت شدی خوبه همه شون هر روز اینجا درد نکنه ما که همیشه مزاحمت البته میشیم خربوزه خواهر حسابی خسته شده دست گروه دم نکنی زحمت کشیدی زحمت نکش چایی با خربوزه بخوری
اتون تو پیر پزو پزه پیش دستی رازه تو روزه رو برسانه نوی نهانجل بهی نه نه پشت کمک کشی سرمه سرمه داداشی بفرمه بیسکویت سبوستال خوب خورین تا پایین شنگ من اینه مخواه بل نهار نه خوب بونه نهار نهار نه خیلی بله هم نه من نهار نه 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 هم چایی کار خواهد میخوام نهار خوب بخواهد نهار بخواهیم به همه به قصد گوجه خورش تا همه اومدن گوش با گلو تارو ماشمی تو چایی میخوری؟ البته بوی پو تارو ماشمیش تو خونه پوشیده به چایی به 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 بلا یه بوی دیگه هست که نمیدونیم چه کار بکنیم اونو بگیم نه بلعکس بشن روشن میتونه خب چایی چطور و مزش؟ چایی ایرانیه به 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 مالی بوده الان نفر چهارم هنوز نیومد به نظر شما کی میتونه توی این مسابقه اول بشه؟ نمیدونیم به رضا خدا چرا نمیدونیم؟ دوستانه به نظر تو زهره متعورات چی هنوز نیومد؟ دو عروس و دو خواهر شوهر آره زن متعورا نمیدونی بخواد چی درست کنه هنوز نمیدونیم خدا خودش کمک کنه خدا خودش کمک کنه خدا خدا تمکن رو خدا هر کی تو دلش میگه من برده میشه من برده جایزه رو من میبرم حالا دوستان خودشون میدونن دیگه چجوری اینجا چجوری عمه چشمک زد عمه چشمک زد بعدی بعدی میدی بعدی میدی بعدی که دیگه اینطوری خوب امرده این مزدن رو امرده خوب خوبی زنمو زنمو تاورا نفر چهارم تشریف آوردن خوبی ممنون. چه حسی داره رقابت با جاری و خواهر شوهر بیشتر خوشحالم تو جمعمون دوستا آره جمع شما یعنی همینه آره غذای عمه که میدونی چیه غذای عمه گفتن گوجه خورش کنارش ناسخاتون به نظر گوجه خورش ناسخاتون کنار هم اوکیه ببین یه چیز بگم از نظر حالا ظاهر کار ندارم از خواهر شوهر انتقام ولی نه خداییش دارم میگم دستپخت خواهر شوهر آره دستپخت من این قبوله به نظر از 1 تا 10 بهش نمره میتونیم هنوز نخورده میتونم من گوجه خورشش خیلی دوست دارم راستشو بگم آره به نظر من در رو بگیره حالا باز نمیدونم من اینجوری میگم آره بریم آره. بریم تو ببینیم چه خبر میشه یالا یالا بریم بریم همزن موبایل تو بود سلام وقت خیر حال شما خوبی با زحمت های ما ممنون مرسی سلامت باشین متشکر ممنون متشکر هستی ممنون مرسی سلامت باشین با اجازه ببخشید با اجازه باشه. سلام خوبی وقت خیر سلامتی ممنون مرسی سلامت باشین سلام وقت خیر خوبید سلامت باشین ممنون مرسی خیلی خوش اومدید به خانه ام کلثوم خوابیده بود خوابیده بود اومد پول من گرفت خوابید قرار بود ببره واسه ما به برند باخت چه بود دوش بدیم باخت مشغول صحبتن همه اومدن دور میز جمع شدن همه نمیدونم داره چی تعریف میکنه خب الان یه سوال چه حسی دارید الان با هم نشستید دو عروس و دو خواهر شوهر ما اصلا عروس خواهر شوهر نمیدونیم هم دیگر رو ما همیشه رفیقیم حالا یه سوال شما که اینقدر رفیقین خوبی حالا سوال رو من جلوتر میپرسم کار دارم فعلا پذیراییشید ولی به نظر من شما الان اومدین دربی مسابقات دیگه دربی به نظرتون کی اول میشه؟ خب البته هممون قلب میروون رعوفی داریم نه به نظرم این یک کمی از هممون رعوفتر و میروونتر میروونتره؟ به نظرتون کی تو آشپزی بهتره اول میشین؟ آشپزی خب نه مامو فاطمه خب هنرش بیشتره بعد قلب مامو فاطمه باستر قلب نمیگه غذار میگه امه مگه ما اومدیم اینجا پیوند قلب بذاریم تو داره قلب بذاریم اما ناسخاتون رو بود چقدر زحمت کشیدی تو که دست بال سوندی خیلی خسته شدی خیلی خسته شدی چه زحمت زیاد مونه چوبرامونه دستشو مدن نکنه خیلی ممنونیم
عمه تو نبود سرو کنی. من نخیلو بنام. نه امتیاز منفی میگیره خواهرت. کمکش میتونه کمک کنه. کمکش بیا. روزه من فردا هم؟ اما کمک نمیدونم خودتو میدونی. عروس شون برو برس. عروسش بیا. حالا یه سوال، ما مثلا نمیتونیم کمک هم دیگه بیا. مثلا من زنده داشته باشم. ببینید هر کی میتونه کنار خودش یه کمک داشته باشه، مثلا الان عروس عمه خب، ولی نمیتونه از شرکت کننده باشه. آره. ما بریم. بعد یه چیزی اجاره کنین. کمکش هم نباید مثلا هنرمند باشه تو قضیه. آره مثلا نریم بیرون اینجا بیرون. هنر خودشون. 50 میلیون بده. آقا یه حالا من میگم تو دستیار من میشی. من دستیار میشم. من هستم به عمر دوباره به عمتون کمک میکنم. عمه قدشو به عمه کمک میکردم تو عروسش اومد. وگرنه من کمک هم میکنم بهتون. پپه من که خب 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 فلفل تون بود مامان سو حالا تو اینجا کجا دایی ندیم مامان تو رو بازو زیر فلفل تون بود مامان سو خب دیگه او بحشت نوگه به خدا فلفل شیرین بود این از شانس مامان بفرمایید بفرمایید ایتو قدر ندیم من برد تا دم سبزی ناسخاتون به 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 بخورید ناسخاتون رو بخورید ببینیم چه جوریه ناسخاتون رو تست کنید بخورید اینجا زدین بخوره ره عمه رو بخورید میگه امتیاز بدیم بخوره زیر دهن تو من که خوردم خیلی خوب بود منم دهنم فلفلی چه جوری خواستم یه کوچولو بخور عجب نمک کم نمیشه به نظر من همه شده خوبه خب بح 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 عطر خورشت گوجه عمه کل خونه رو پر کرده یاد ایام قدیم ها بخیر ما قدیم ها از اینها خیلی قدیم عمه سی گوشت و لوبیا نگردن برسن فقط عمه چی گفتی عمه؟ قدیم عمه سی گوشت خود دوباره تعظیم کن عمه اشکال نداره قدیم جون از چنگال به اون بابه بیا قدیم بچه بودیم خونه مامانامون برام درست میکردم ولی نه گوشت توش بود نه لوبیا فقط خالص گوجه بودم قدیمو پس همه از زیاد میخوردین یعنی پس یه غذاییه که شما رو یاد بچگیتون میندازه درسته؟ یاد تو باقه بگه موبایتم درست کردی بگه 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 مامان تو چی با گوجه خورش خاطره داری گفتش میگفتی گفتی با گوجه خورش خاطره داری از بچگی آره دیگه خیلی خدا رو دارم اینو ما مادرامون همیشه همین بلد بودن درست کنن دیگه بیچاره البته توی یتیمچه گوشت نمیریزن عمه برای شما اینو پادشاهی درست کرد توش گوشت ریخت نه 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 عمه زینب میگرده ببینه کدوم گوشت بیشتر داره با 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 عجب تایی گرفتی دست در نرم خواهر من دوستان واقعا جاتون خالی واقعا جاتون خالی ببخشید از اینکه ما از این غذا میخوریم الان نمیتونیم شما رو بگیم بیا ولی اول جا همه تون رو خور میکنیم ولی واقعا ناسخاتونش مزه بهشت میده من کاری ندارم چون به خاطر دلالای مازندران و ایناست من دلم نمیاد شما اونجا واسادین دارین من نگاه میکنیم من پلو بخورم که بخور بخور راحت باش ماما ما به وقتش میخوریم بعد اون سه من خواستم ظرف بخرم ظرفم زیاد جالب نیست من ظرف خرم شیک اصلا مهم نیست ما هدف ما از این بفرمایید شام گفتیم هدف بفرمایید شام و چیه دیگه میخوایم نشون بدیم که با ساده ترین چیزها میشه دور هم بود همه تنده نو نو برزنه اب تو ده دفن بایدیو میشه بیاده بیه من میگم سبزی خوردن بخره دادن داشون سبزی خوردن بخره من سبزی خوردن نه حالا بگم غلط دابور نه که فیلم کی دا فیلم کی نه وی که سبزی خوردن من خورد خب من دوباره از اونجا گرفت یا اصلا به دوبام بشه با 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 عمه گشت دنبال اون خورشتی که بیشتر گوشت داشت دیگه گفت دیگه
این یکی باید باش موازه بش باشیم کنارش اگه نشستی خیلی خدا ناگه من تو ببخشی تو زبان سر سرزه جیگار کنم دیگه دست خودم نیست دیگه عمه تو میتونی بشینی سر سفره بقیه خواهر تو بگو خواهر روزی خانم کتر رو دینی بر بلا بلاست حالت باشم بفرمویم اول شب بردمون بیاره به 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 اصلا این میدونی چیه حسین به خود راست میدونی خالی 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 مثل پشمک تو در آب میشه دوستان ماشمی باشه مستقیم از زمین رو میتونن سبد سفارش کنید دوستان این تور ماشمی رو درجه یک اصلا نزید نیاز به خورش گوشتم نیست دوستان نیاز به خورش هم نداره خالی خالی میشه این برنج خورد یه برنج کاملا ارگانیک از دل جنگل های شمال زحمت یک ساله پس گفتین واسه هم دیگه اینه خواهرید آره نظرتون به نظر شما غیبت کردن کار درستیه گفتیم دوره میز در مورد بحث غیبت صحبت کنیم همینجوری که قضا میکنیم از این که کار درست به روزا نیه ولی چی کار رقیم بدون غیبت پیش نشنو با غیبت من اصلا چرا لذت بخش هم هست ولی خوب غیبت داریم آره غیبتی که بخواد مثلا آبروی کسی زیر سوال بره دل کسی بشکنه یعنی غیبت ها هم درجه بندی داره غیبتی از غیبت ها باعث میشه دل آدم بشکنه آبرو یکی بریزه بله در کل که کار خوب نیست ولی خب همه میکنه هر کی میگه من نمیکنیم این کار به نظر من یه جوری مخصوصا تو ایران نه من گوش نمیدم واو مبارکم نه شما شده تا حالا هم دیگه چهار تایی که اینجا نشستین پشت هم دیگه غیبت کنین آره آره جان نمیدین آره خغله بشه واسه گوش بازی می از بدی دروگوی کار زشت دیه چی؟ دروگوی کار زشت دیگه میگیم آره هم بدیش میگیم هم بدیش میگیم آمین میشه نگیم ولی بعدا از دلم در میاریم آره همون لحظه هم در میاریم از هم دیگه مزدت هایی کنیم هم دیگه ره هلاش بعد شب قبل درم میشه میگیم که الای الاف روزه بردنه سب کنه هلو دارم به نظر من نه اینجا برینجش کتر میگه کتر چی کته بود زنم یه کته بود آره به نظر من کته هم میتونست خوشمزه باشه ببین برید مزهش که عالی دارم میگن عالی شد ببینیم پشت پرده چی میگن دستیارم خوشید بیارم دستیارم خوشید بیارم خوشید نه نه نمیتونیم اما خوشید خاله چون خاله خورشید خودش قهرمان فصل قبل و جزو آشپزها حساب میشه بابا روز مامان الان فکر کمکت نباش از غذا لذت ببر واسه کمک درست میکنیم آره دنبان مهمون خیلی لذت بخش حسین الان بذاره که در خیلی مزهش حس کن چه کردم چه پیشم خب بله تا حالا با هم دعوا هم افتادین آره من هم قلزون بزن بزن هم زفت کردی واا بزن بزن کردی اون موقع از بزن میگفت بکردی یک علی میبخشیده به روزا برم زفتیم بعد اون موقع تو کوچولو بودی آخر آره من کوچیک بودم بعد همدیگه رو زدیم و بعد یه پنج دقیق بعد ساز زدیم و میرخصیدیم ساز میزدیم میرخصیدیم در حد پنج دقیقه دعوا افتادیم پنج دقیقه آره حالا هم دیگر زدیم و چی بود؟ دادم بود دب افتادیم کینه این نیست زادمون خوب بزن مهم همینه مهم همینه مگه میشه کسی برادر برادر هم دعوا خواهر خواهر هم دعوا میفتن مهم اینه که در جا خوب بشه دعوا نمک زندگی فلفل فلفل دعوا بزن نمک زندگی دعوا بزن نمک زندگی دعوا بزن نمک زندگی دعوا بزن برژیم بینم نه نه هم بود برژیم بینم آلی بینم آلی خب یعنی استرسی از گول داخل برژیم بینم امه نمیدونم دارم به غذا تصویدی میکنن امه نه به روزا فیتی خیلی نگه امار پیشتر امه تو چقدر خرج کردی تا اینجای کار نشون اشتا بیارم من 500 تم بکنم فکر کنم 500 تم حالا امتیازات پایین میخوره یا
گوزه بزرد من آره ما حساب نکردی دیگه نه روزا چی جرا بزنی برنج حساب نکرد آره نه همه رو حساب میکنیم پایین لیست زده میشه برنج آقا مهدی عزیزمون تمر تدمی زنه زیر میزنه نا دیگه هارش که این بر بفرماشام به یه شام بیاد یه شریه میخواد برنج نداره برنج حساب نکن بهشون سم نکن آره اینم میشه درست میکنیم ما امتیازا رو میزنیم هر 100 هزار تومانی که بمونه یک امتیاز برات محسوب میشه همه فکر کنم تو الان 5 امتیاز خودت گرفتی چون یه غذای ساده و خوشمزه تونستی درست کنی البته خوشمزه رو باید دوستان بعد خوردن نظر بدن امتیاز بدن مطالعه هم میکنین؟ کدوم اونجونو حالا کتاب خوندنین؟ من بوده من به جز کتاب های چی؟ منظورم مطالعه آزاد من تاریخی نه نه کتاب های مطالعه توسعه فردی مثلا در مورد شخصیت شناسی فلان اینا مطالعه میکنین؟ آها نه اینجوری نه به درد دنیاتون بخوره دروازه قوامی بوله 50 سال هنیش من نمیدونم فرد بمیدونیم اشبه من اکثر دروازه قوامی میکنم چند من خیلی میخونم ولی تو اینستا چی میخونم؟ مامان علمش اینستا میبره عمه که بزرگتر حرف زد میگه من 50 سال سنم پر تجربه هم هر کی ببینم میشناسم دوستان عمه امروز یه خبر خیلی خوشم داره مگه نه؟ نمیخوای خبر خوشو به بقیه بدی؟ حالا بعد جان نبفهم راستو نه برادر من خبر خوشم نازم آخه هنوز با خانواده انشالله به زودی میگیرم نه بگو این فیلم تو پخش بشه همه متوجه میشن برای محمد هم رفتن گروخون شاکو کل بکشین کل بکشین جوونا باشه بله آقا محمد رفته گروخون و گروخونش هم مثبت شده همه عزبونو باوه اما گلسوم تو جایزی هم داشتی اومدی خونه بخ خب مایه نه منظور جایزی خوبی داشتی در دوران خودت نه جایزه نداشت مامان تو چون میگی نه میدونم چرا همیشه تو میگی آره نداشت چرا خب قدیم کلا همینجوری بود تعداد فرزندا زیاد بود دست و بالا خالی بود میشه مامان خود جایزه بعدن خودتون ساختین الان زندگی چی خوبه خودتون ساختین قشنگ این آدم بعد از ازدواج خودش بسازه این مهمه بعد از زمیاره با مامان نباید بگیرن خود بگیرن که لذتشو ببرن بیارن مامان از بادمجان نخورد همه هم بادمجان رو خیالی نخورد زنمون اولی نفر سیر شد خب عمه دسر بعد غذا رو آورد نهار خوردن همه کشت مشت هم دیگر به چی نگاه میکنم دارم فکر میکنن که خودشون چی رو بزن مسابقه حساس شد دوستان بعد دارن باگای کار رو میگیرن که خودشون رفتن خونه بتونن بهتر عمل کنن نه اما الان نسرمی نده به چی رو هم بقیه میگم خوقت رو زد زود دیانی اما خب فرومی عدیم صبح میخونیم دیگه یه سوال برام پیش اومد چه سوالی؟ سوال اینکه این میوه هم رو قیمت غذا هم میری که آره بلخواهی پذیرایی میخواد سفت و صد مهمانیه اما که قرار رو بله برون بریم انشالله بزودی بزودی دوستان همه از اونی با بشون انشالله حسین من مثلا اونا رو از وقت با بکنم چی؟ چی؟ حساب میشه قیمتش با قیمت روز بازار حساب میشه با چی؟ خودمون داریم که نباید حساب بشه که دوری بالاخره دو حساب بشه دیگه منظور که طرف آره دیگه حساب میشه هر چیزی رو سفره بیاد دوستان حساب میشه من انار دارم و با نارنگی و از تو باب میکنم نمیخوام پول بدم خب میدو تو پول نمیدی ولی قیمت حساب میشه باید خب زنمو غذا رو خوردی؟ جان آره غذا از پیش غذا ناز خاتونش چطور بود؟ ببین غذاش بخوام جدا جدا بررسی کنم ناز خاتونش میخوام بگم یعنی از 100 نمره شده 120 نمره اینقدر خب. خوشمزه بود خوشمزه آره خیلی خوشمزه بود بعد خورشت گوجهش هم خیلی خوشمزه بود خب. ببین ترکیب خورشت گوجه و ناز خاتون رو کنار هم من یه خورده پسند نکردم چرا؟ چون که دوتاش هر دوتا آبکی بود
مثلا نسختون در کنار یه غذای خوش بیشتر مثلا بیچسبید. آره، آره. چون مثلا خود گوجه هم آبکی بوده میگه که نمیخواد. آره بعد برنج شما میخوام بگم اصلا خالی خالی یکاش میخوردیم بدون خورشت. آره. ولی چون با خورشت گوجه بود. آره. برنجش کته بود مثلا تدیگش اگه تدیگ برنج کته بود. چون غذای سنتی بود بهتر. آره. بود که غذا کوپره نداشت. یکاش کته بود. آره بله نقطه بسیار جالبی بود. بعد اینو نقطه های من اینکه در کل میخوام بگم در کل از نوع پذیرایی برخورد چینش. آره ببین آره همین میخوام بگم. ببین خواهرشوهرای من دستپختشون واقعا خوشمزه است. بی‌نظیره. یعنی خود غذا رو میخورین بهتون خیلی میچسبه ولی در ظاهر یه خورده مثلا توجه نمیکنن. یعنی ظرافتکاری آره. ظرافتکاری ها توجه نمیکنن کلی. آره دقیقاً مثلا مثلا میوه آورد مثلا من ترکیب مثلا پیش‌دستی‌هاشو با ظرف میوه‌شو با چاقوشو اینا رو حقیقتش در کنار هم نپسندیدم. حالا جسارت نباشه بدون در کل روی بازی دارن. خب این همه سال ما میایم خونه‌شون خیلی به ما خوش می‌گذره. خداییش می‌خوام در نظر بگیرم. بله خب این ایرادها هست. هست. آره. دقیقاً. آره. اوکی. بالا بهم بگو که از یک تا ده به چه نمره میدی؟ می از یک تا ده اگه بخوام ببین داشتم می اومدم گفتم ده نمره رو میدم بهش. خب تو اینم ایراد گرفتی؟ چرا؟ آره من فکر کردم مثلا امروز چون جهت فیلم برداری ایناست این ظاهر کارم در نظر میگیره ردیف میکنه ولی دیدم نه مثل همیشه است. همیشه همین مدلیه. رو این حساب من بهش میدم 8. 8 همون چیزی که اولام فکر کنم گفتی دارم میام 8 میدم. گفتم بهش 10 میدم فکر کردم این ظاهر کار در نظر میگیره. چون میدونستم غذاش واقعا خوشمزه هست. اوکی. ببین فکر کردم چون جهت فیلم برداریه ظاهرم در نظر میگیره ولی خب نگرفت داره. پس 8 دادی یه نمره به خاطر دیزاین یه نمره به خاطر اینکه ناسخاتون و آره. گوجه کنار هم در هم ترکیب خوبی نبود. به نظر من میتونه چیز منصفانه باشه. نظر شما چیه؟ بریم نفر بعدی رو ببینیم. خب مامان بله جان خواهر شوهرته ببینم چی جوری میخوای نه من اصلا کار بگو شوهر خواهر ندارم خواهرم ندارم خواهر نه خواهر شوهر مامان آره نه آره خواهر خواهر چه به نظر اول غذا رو بگو چی جوری ببین غذاش خوب بود اول نسختونو بگو نسختون میخوره در کنار گوجه خروش یه خورده نیومد نه کلا مزه نسختونش آره مزه نسختونش خوب بود داره بد نه خب خوب بود خوشمزه بود ولی فقط من همین نسختون در کنار گوجه خروش دوست نداری بقیه چی دیگه چه نمیخوای یعنی با هم دیگه نمیام بعد مهمون نوازیش چینش ظرفو نوازیش آره ولی چینش ظرفاش مثلا یه خورده مثلا چیز بود مثلا همین که میوه رو ریخت تو خونه این بشخاب آورد بشخاب آره بشخاب خب. حالا اشکال نداره مثلا خودمون مثلا نکات دوستان چیز بگم این چیزا ضعف نیست دارن نکاتی رو میگن که توی مهمونی میشه بهتر رعایت کرد با ما راحت بودن باز فکر نکرد که مثلا اینجوری نمره کم بگیره دقیقاً اینجوری خوب بود همه جوری عالی بود عالی بود آره خودش هم مزه گوجه خورشش چی مزه گوجه خورشش هم عالی بود اگر یک خورده جعفری هم میریخت تو خلش عالی میشه عالی میشه آره جعفری خیلی خوبه حالا با این حساب این یادش رفته بود فکر کنم از یک تا ده بهش نمره میدی از یک تا ده بهش 8 میدم اما اولام گفتم که امتیازها دوستان کسی نمیگه الان مامان اصلا امتیاز من گفت نه بهشون تو آخر مسابقه هیچ کی آره. از امتیازی که به هم میدن خبر ندارن آره. پس بهش 8 میدی پس یک نمره به خاطر چی کم کردی گوجه بخورن توش نه توش جعفری نبود توش جعفری نبود امتیازی چی خوش با جعفری باشن بعد دیگه دیزاینش زیاد جالب نبود چیزایی که مثلا ریخت توش بود بعد چیش هم خوب نبود این گوجه خروش با کنون هم همخونی آره. هم نداشت هم باز میذاریم بشه دوستان اون هرچه اونا بگن دیگه دوستان یادتون باشه که شما هم میتونید رای بدید از یک تا ده برنده آره ما یه برنده مردمی این فصل داریم حالا همه رو توضیح دادم قبلا بر شما من خب اصلا ماما. خوهرشوری 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 اصلا ندارم خوهرشوری نکرد من از توی از توی قلب من پشتی حالا میخواستی خوهرشوری نمره بدی چند میدادی خوهرشوری نمره نیمه بلند نیست بلد نیستم من نمره خاطر بلد نیستم اول فکر کردم فلان نه بلد به خود بلد نیستم یعنی وقتی اینجوری نه راست اوکی مامان دست در نکنه ممنون متشکرم خب عمه تبریک میگم اول پسرت مزوج شد خوشحال همه جوانای بابل چه پسری بابی شد خوش بریم سلام بشی اما حالا ایشالا آقا مهدی هم بابه نظرت راجع به غذاها چی بود اول از نسختون نسختونش خوب بود یکم نمکش چیز ولی خب با نمک بود با نمک بود. آره با نمک سبزی بود بعد بقیه غذا گوجه خورشت گوجه خورشتش جا افتاده بود ولی فلفلش کم بود فلفلش کم بود مامان گفت جعفری هم میتونست مثلا اضافه کنه خب میتونم جعفری هم اضافه میکنم توی این خورشت خورشت پس فلفلش میکنم بعد نسختون کنار گوجه چی؟
خب به این چاشنی غذا دیگه شمالی ها میذارن بعضی ها نمیذارن، ولی خب ما شمالی ها بیشتر وقتا میذارن چاشنی. خب دیگه چی در مورد چینش، اخلاق، برخورد، ظرفاز اینا که خوب عالی بود. آره خوب بود. چه میخوای امتیاز میخوای بهش بدی؟ خب دیگه از یک تا ده، از یک تا ده و من امتیاز 9 بهش میدم. 9 بهش میدی؟ البته نفر اول بودنم همیشه کار سختیه. ببین چی میگم، چون نفر اول رو که باشی معمولا خوب همه نگاه میکنن فلان میکنن و واسه عمه کلثوم اینجوری یه مقدار سخت بود دیگه. عمه زینب بهش امتیاز 9 داد. امتیاز عمه نباید بهش بگی، پیش خودمون هست تا آخرین روز که برنده امتیاز اول که دوستام میدن. یک برنده مردمی هم داریم الان باز دارم میگم دیگه. پس عمه بهش امتیاز 9 میدی؟ خودت چی نمره گفتی کم کردی؟ نم بخاطر چی نمره؟ نه یه نمره رو واسه کم کردی فلفل و اینا. بخاطر یکم آره فلفل غذا. فلفل غذا اینا. اوکی. دوستان عزیز بفرمایید، شام قسمت یک خونه عمه تموم شد، همه غذا رو خوردن، عمه همه بهت امتیاز دادن، ولی هیچکی از امتیازو خبر نداره، یعنی هیچکی به هیچکی نمیگه تا آخرین روز. یعنی تو هم فردا میای امتیاز میدی هیچکی نمیفهمه. دوستان فراموش نکنین ما رو. بله دوستان عزیز حتما اگه خوشتون اومد زیر پست عمه میتونید بگید ما یک این قسمت دو برنده داریم، یه برنده که با امتیازها برنده میشه و برنده دوم برنده ای که شما مشخص میکنید، برنده مردمی، یعنی توی کامنت بیشترین رأی که هر کی بیاره متوجه این چی میگم اون طرف برنده میشه. حالا ما تهش یه کامیونیتی میذاریم و شما میتونید امتیاز بدید که از نظر مردم کی برنده ای بفرمایید شما بوده. این بود خونه امینا. لایک سابسکرایب فراموشتون نشه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دنبال کنید برنامه چون قراره که قسمت دوم سوم چهارم هنوز بچسبونتر و بترکونتر بشه. فعلا خدافظ نگهدار. خدافظ نگهدار. خدا نگهدار.